به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. از دولت بریتانیا اصرار، از مجلس عوام انکار. تا دقایق دیگر پارلمان بریتانیا طرح خروج از اتحادیه اروپا را به رأی می‌گذارد. چشم رسانه‌های دنیا به مجلس بریتانیا. سوال این است که ترزا می با چه اختلافی شکست می‌خورد؟ 50 رأی، 100 رأی یا حتی 200 رأی؟ در ادامه برنامه، پیامی که نصفه مخابره شد، ماهواره ایرانی به مدار زمین نرسید. اکران یک فیلم مستند بار دیگر داغ دل صیادان جنوبی را تازه کرد. ماهیگیران چینی هنوز در خلیج فارس هستند. و در آستانه 40 سالگی انقلاب 57 در یک سری برنامه خواهیم دید حال و هوای مطبوعات آن روزها چطور بوده. سلام بر شما، من جمال الدین موسوی هستم. سلام، من رانا رحیم پور هستم. نخست وزیر بریتانیا طرحی را به مجلس عوام میبرد که تقریبا شکست آن در رای گیری قطعی است. طرحی درباره توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که بحث ها پیرامون آن حدود 3 سال است، یک قاره را در موجی از جنجال و جدل فرو برده. این طرح که مورد توافق دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار گرفته، برای اجرا شدن باید به تصویب پارلمان بریتانیا برسد، آن هم در فضایی که بسیاری از اعضای حزب حاکم همراه با جریان‌های مخالف علیه این طرح شمشیر را از رو بستند. اگر نتیجه از همین آغاز روشن است، پس این همه جنجال بر سر چیست؟ با این اوضاع سرنوشت دولت بریتانیا چه خواهد شد؟ اروپا در چه موقعیتی قرار می‌گیرد و ابعاد گسل‌های اختلاف بر سر این موضوع تا کجای دنیا پیش می‌رود؟ بهرنگ تاج‌الدین همکارم همین الان از مقابل پارلمان بریتانیا با ماست. بهرنگ، از حال هوا و از فضا بگو. می‌دونیم که اختلاف نظرها در اونجا بسیار زیاده. اختلاف نظرها از یه جهت زیاده، ولی از طرف دیگه شما این کسانی رو که برای اعتراض و برای نشون دادن نظرشون اومدن جلوی مجلس جمع شدن، شما اینا رو که نگاه میکنید میبینید که هر دو طرفشون با توافقنامه موجود، توافقنامه‌ای که 1.5 سال طول کشید تا دولت ترزا می و اتحادیه اروپا سرش به توافق برسن، با این توافقنامه مخالفن. شما از یک طرف کسانی رو میبینید که طرفدار اتحادیه اروپا هستن، پرچم‌های اتحادیه اروپا رو اینجا به دست گرفتن، خیلی‌هاشون روی سینه‌شون یه برچسب می‌زدن که روش نوشته لعنت بر برگزیت یا یه چیزی شبیه به این. از اون طرف کسانی رو دارید که خواهان قطع کامل پیوندهای بریتانیا با اتحادیه اروپا هستند و معتقدند این توافقنامه موجود برگزیت واقعی نیست. این حتی بعضیشون میگن خیانت به برگزیته. میبینید اینها پلاکارتهای دستشون گرفتن که روش نوشته خروج، یعنی خروج. تو این شرایط هر دو طرف راست و چپ سیاست بریتانیا میبینید کسان زیادی هستن که با این توافقنامه مخالفن. سوال اینه که چرا؟ درباره برگزیت هنوز اجماعی به دست نیامده. 52% به خروج رأی دادند و 48% به ماندن. اما روی برگه‌های رأی نوشته نشده بود که منظور چه نوع برگزیتی است. 2 سال است که دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا در حال چانه‌زنی بودند. تصمیم درباره نحوه خروج اما با پارلمان بریتانیا است. رأی‌گیری اصلی قرار بود ماه گذشته انجام شود، اما نخست وزیر آن را لغو کرد، چون می‌دانست که توافقش با اروپایی‌ها رأی لازم را به دست نمی‌آورد. بعضی از همحزبی‌هایش می‌خواستند او را از رهبری حزب محافظه‌کار برکنار کنند، اما نتوانستند. سوال اصلی میزان وابستگی بریتانیا به اتحادیه اروپا در آینده است. صحبت از 2 نوع برگزیت است. برگزیت سخت که به معنای قطع بسیاری از روابط با اتحادیه اروپا است، و برگزیت نرم یعنی بریتانیا به اتحادیه اروپا نزدیک بماند و بسیاری از قوانین را کماکان اعمال کند. موضوع بعدی مهاجران هستند. نخست وزیر می‌خواهد شمار کسانی را که بعد از خروج می‌توانند از اتحادیه اروپا به بریتانیا بیایند کم کند. اما این روی وضعیت کسانی که می‌خواهند به اتحادیه اروپا بروند هم تأثیر می‌گذارد. و در نهایت یک مسئله بسیار بزرگ،
برای جلوگیری از بازگشت یک مرز فیزیکی بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی شکایت کرد. در حال حاضر هیچ مرزی بین این دو نیست، اما تصور بازگشت یک مرز سفت و سخت ترسناک است، چون ممکن است خشونت‌های گذشته در ایرلند شمالی را بازگرداند. در حالت ایدال هیچ کس خواهان بازگشت یک مرز فیزیکی نیست. چنین ابهامی مردم را نگران کرده و احتمال زیادی هم وجود دارد که مجلس عصر امروز طرح پیشنهادی دولت برای خروج را رد کند. بریتانیا فقط 3 ماه وقت دارد از اتحادیه اروپا خارج شود. زمان برای تصمیم گیری بسیار تنگ است. بهرنگ تاجدین همچنان از مقابل پارلمان بریتانیا با ماست. همه میگن که نتیجه از همین الان روشنه، دلیل این همه سر و صدا و جنجال پس چیه؟ جمال، نکته اساسی اینه که این توافق الان با چه اختلافی شکست میخوره. بعضی از تخمین‌هایی که زده شده اینه که حتی ممکنه تعداد نمایندگانی که رأی مخالف میدن بیشتر از 200 نفر بیشتر از تعداد نمایندگانی باشه که رأی موافق میدن، و به همین خاطر الان دولت بریتانیا و در واقع نمایندگان دولت دنبال اینن که حداقل نمایندگان مخالف توافق در حزب حاکم محافظه‌کار رو راضی کنن که به جای رأی مخالف دادن اصلا در رأی گیری شرکت نکنن. شما ببین، انقدر این قضیه مهمه که یک نماینده زنی که حامل است و دکتر بهش گفته که باید سزارین کنه، عمل سزارینش رو عقب انداخته که بیا تا حدود نیم ساعت یا ساعت دیگه که اینجا رأی‌گیری ها شروع میشه تو این رأی‌گیری شرکت کنه و در واقع رأی مخالفت خودش با توافق نامه رو اعلام کنه. این اختلاف رأی موافق و مخالف خیلی کلیدیه، به خاطر اینکه اگر اختلاف زیاد باشه احتمال اینکه اتحادیه اروپا حاضر بشه یکی دو تا امتیاز کوچیک بده و این کمک بکنه به دولت ترزا می که دوباره توافق رو به مجلس بیاره برای اینکه تصویب بشه، اون احتمال رو از بین میبره. های الان پیش رو هست، چه سناریوهای محتمله؟ ببین، اگه این توافق رأی نیاره 4 تا گزینه کلی وجود داره. گزینه اول اینه که دولت تلاش کنه یک مقدار این توافقنامه رو اصلاح بکنه و دوباره به رأی مجلس بذاره. شاید یکی دو تا از اون مسائل اصلی، در واقع مسائل دلایل اصلی مخالفت نماینده ها مخصوصا در داخل حزب حاکم محافظه کار تلاش کنه یه راهی پیدا کنه که اونها رو راضی بکنه. ولی میگم اون بسته به اینه که در واقع این رأی‌گیری امشب اختلاف موافق و مخالف چقدر باشه. گزینه دوم اینه که بریتانیا بدون هیچ توافقی از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، که این حالت پیشفرضه، به خاطر اینکه طبق قانونی که اینجا تابستون تصویب شد و طبق قوانین اتحادیه اروپا بریتانیا به هر حال 29 مارس یعنی حدود 2.5 ماه دیگه باید از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، چه توافقی باشه چه توافقی نباشه. ولی مشکل خروج بدون توافق اینه که ضربه جدی به اقتصاد بریتانیا ممکنه بزنه. بانک مرکزی بریتانیا پیش بینی کرده که بهرنگ همین الان نخست وزیر بریتانیا صحبت‌های خودش رو شروع کرده. ما حرفای خانم می رو میشنویم و بعد برمیگردیم به تو. آقای سخنگو، این بحث‌ها 8 روز طول کشیده. 200 نفر از اعضای مجلس عوام درگیر بودن با اون. بحثی تاریخی برای کشور ما بوده. ما از همه طرف به ما لطف کردن و به ما نظراتشون گفتن در مورد مسائل بسیار پیچیده‌ای که باهاش روبرو بودیم. ما دیدیم که این پارلمان امروز به شدت بحث جدی رو پیش برده و از همه اونهایی که کمک کردن تشکر می‌کنم. هر کسی که به این بحثا نگاه کنه می‌بینه که ما این ستون دموکراسی ما است. این بحثی است درباره اقتصاد ما و امنیت ما.
زندگی مردمی که به ما رأی دادند و آینده فرزندانمون و نسل‌هایی که در پیش خواهد اومد. این مسائل کلیدی زندگی ما هستن و هیچ کس نباید فراموش بکنه که این روند دموکراتیک دموکراسی است که ما رو به امروز به اینجا رسونده. در سال 2015 به من رأی دادن که در زمینه رفراندوم و بحث عضویت ما در واقع اتحادیه اروپا بحث بکنن. مردم از حزب محافظه‌کار خواستن که این مسئله رو پیش ببره، چیزی که بهشون قول دادن، و همین پارلمان رأی داد که ما رفراندوم و همه پرسی برگزار بکنیم و بگذاریم به دست مردم بریتانیا که تصمیم بگیرن چه بخواهد بشه. اونها رأی دادن، در همین مجلس شما رأی دادین که باید این کار انجام بشه. قبل از اون هم کارزارهای زیادی برگزار میشد و بحث‌های بسیار زیادی شنیده شد. من در اون زمان خیلی اکثریت قریب به اتفاق شما رأی دادید و همه شما پذیرفتید. وقتی رأی دادیم که آرتیکل 50 رو پیش ببریم و همه ما وقتی اون رأی رو گذاشتیم فقط 85 نفر مخالفت کردن، پارلمان به مردم یک گزینه داد و خودمون بحث آغاز از خروج از اتحادیه اروپا رو شروع کردیم و حالا باید تصمیم بگیریم که آیا میخواییم با توافق خروجی که الان پیش رومون هست پیش بریم و آینده بهتری رو پیش روی خودمون داشته باشیم یا نه. مسئولیت تک تک ما در این زمان بسیار حساسه، برای اینکه این تصمیمی تاریخی است که آینده کشور ما رو برای نسل‌ها تعیین می‌کنه. هر گونه گزینه‌ای که پیش بیاد ما باید پیش بریم. به هر حال اولین گزینه‌مون اینه که بریم جلو و قبول نکنیم هیچ گونه از این توافق رو و بریم سراغ یک رفراندوم دوم. ولی من فکر می‌کنم وظیفه ما این هست که بر اساس تصمیم دموکراتیکی که مردم بریتانیا گرفتن پیش بریم و برای اینکه این کارو بکنیم، برای اینکه کشورمون رو متحد بکنیم، رفراندوم دوم به اختلافات بیشتر منتج خواهد شد و جواب سوالهای ما رو نخواهد داد. به مردم میگه که شما ما رو انتخاب کردید که به شما خدمت کنیم، ولی بلد نبودیم و نتونستیم اون کاری که به عهده‌مون گذاشتید و به درستی انجام بدیم. گزینه دوم ما اینه که 29 مارس بدون توافق خارج بشیم، ولی این چیزی نیست که مردم بریتانیا بهش رأی دادن. اونها به ما گفتن که اگه ما رأی دادیم که خارج بشیم، اونها میخوان که توافقنامه خروج و اتحادیه گمرکی داشته باشن و همه چیز مشخص باشه و توافق ما که بهترین نتیجه رو میتونه داشته باشه، توافقی که یک زمانبندی مشخص داره برای اینکه شرایط بهتری رو در مورد روابط آینده ما با اتحادیه اروپا در رقم بزنه. توافق خروج بدون توافق هیچ آینده‌ای رو برای ما نخواهد داشت و این به این معنی خواهد بود که از بریتانیایی هایی که در اتحادیه اروپا زندگی میکنن و اروپایی هایی که در بریتانیا زندگی میکنن شرایط سختی خواهند داشت. خروج بدون توافق حقوق مردم بریتانیا رو تأمین نخواهد کرد و همینطور همکاری ما با اتحادیه اروپا رو تأمین نخواهد کرد. صلح و امنیت ما به این توافق بستگی داره و اینکه چطور بتونیم با همکارانمون در اتحادیه اروپا کار بکنیم. اگر توافقی شکل نگیره، ما اون همکاری رو نخواهیم داشت. این توافقی بی سابقه است که تجارت رو با اتحادیه اروپا تضمین میکنه. یه مقداری شروع پروغ داریم میکنین، نمیذارین، لطفاً متوقف کنید. بله، همونطور که شاهد هستید، بله، نخست وزیر بریتانیا حرفای خودش رو از سر گرفت. سابقه است در زمینه اینکه یک توافقی که کشوری که میخواد خارج بشه بسیار خوب تعیین شده، به ما این اطمینان رو میده که اتحادیه گمرکی خودمون رو خواهیم داشت. توافق بدون خروج باعث خواهد شد که اتحادیه گمرکی هیچ توافقی در این زمینه ما نخواهیم داشت. بنابراین به ما این داره میگه که در نهایت کشور ما نمیتونه بدون توافق خارج بشه و فکر میکنم این بهترین نتیجه ایه که ما میتونیم ازش بگیریم. یه راه دیگه ای هم هست که رهبر حزب کارگر گفت و اون هم اینه که انتخابات برگزار کنیم، انتخابات عمومی، و این بله بهترین نتیجه است برای رهبر حزب کارگر. این چیزی نیست که برای کشور بهترین چیز باشه.
و در نهایت بعد از اون انتخابات، هر انتخاباتی که چک بگیره، گزینه های ما هیچ تغییری نمی کنه. گزینه ما همچنان خارج شدن از اتحادیه اروپا بدون توافق یا با توافقه، و هیچ گارانتی هم نیست که هیچ تغییری به اعضای این پارلمانی که ارام بده. دو ماه باید فقط کاملا اختلاف کامل حاکم خواهد شد. در سال 2017 دو حزب اصلی بر اساس منیفستوی که داشتند قولهایی دادن به مردم و رأی گرفتن از مردم، 80% آرا رو تونستن به دست بیارن. مردم در اون زمان شانس این رو داشتن که مثلا از لیبرال دموکرات ها هم حمایت کنن در سال 2017 اگر انتخابات همه پرسی دوم میخواستن. فقط 7% از لیبرال دموکرات ها حمایت کردن. بنابراین این وظیفه پارلمان هست که قولی رو که داده انجام بده، نه اینکه بخواد یک همه پرسی دوباره برگزار کنه. بعضیا یه راه چهارم هم میگن ما باید بدون توافق خارج بشیم و از این و بریم به بروکسل دوباره و فکر کنیم اونا بیان با ما مذاکره کنن. داره ولی هیچ گونه گزینه دیگه‌ای وجود نداره. اون چیزی که در پیش داریم شرایط آینده ما با اتحادیه اروپا رو مشخص میکنه و ما این شانس رو داریم که این توافق رو قبول بکنیم و آیندهمون رو تضمین بکنیم. و اتحادیه اروپا با هیچ توافق دیگه‌ای که ما برای اونها ببریم حاضر نخواهند بود با ما دوباره مذاکره کنند. ما همه این گزینه‌ها رو که بذاریم کنار، یه دونه گزینه برامون میمونه، اونم این که به این توافق امشب رأی بدیم. همون چیزی که به ستون دموکراسی این کشور کمک میکنه. ما در زمینه‌های مختلف امنیت و همینطور در واقع صید ماهی و همه چیز برای خودمون استقلال خواهیم داشته باشیم، یا اینکه همه چیز رو به هم بزنیم. چیزی که در واقع تعادل قوا رو به خوبی بین کشور ما و اتحادیه اروپا پیش ببره و همینطور منافع مردم بریتانیا رو تأمین خواهد کرد. اگر ما بدون توافق، اگر با این توافق خارج بشیم، ما میتونیم آینده بهتری برای بریتانیا داشته باشیم. من چیزی که از شما میخوام اینه که کاری رو بکنیم که به نفع مردم ما و به نفع آینده کشور ماست. اختلافاتی وجود داره در پارلمان امروز، ولی من فکر میکنم ما وقتی جلو میریم میتونیم با هم به توافق برسیم. نمیخوام بگم اونهایی که شک دارن که آیا این دولت میتونه این توافق رو پیش ببره یا نه، وقتی که جلوتر بریم به در واقع بخشای بعدی برسیم، اون وقت با پارلمان بیشتر کار خواهیم کرد و اجازه خواهیم داد که اونها حرف بزنن در زمینه‌های مختلف. ولی بذارید به مسئله اساسی این توافق برسیم. مرز ایرلند شمالی. دوستان من، همونطور که میدونین، چیزی که خیلی ماها رو نگران کرده احتمال این هست که بله، بحث‌ها در پارلمان بریتانیا ادامه داره. نخست وزیر بریتانیا توضیح داد سناریوهایی که در برابر این کشور و در برابر نماینده‌های پارلمان قرار داره. اتفاقا بهرنگ هم در همین زمینه توضیح میداد. بله، گفتگوها در پارلمان ادامه داره. سالهای زیادی هست که باید تریزا می نخست وزیر بریتانیا به اونها پاسخ بده. اجازه بدید که بخشهایی از آنچه که ممکنه مورد بحث قرار بگیره رو اینجا در استودیو با میهمانانمون به بررسی بگیریم. نامدار بقایی از حزب محافظه‌کار و از طرفداران باقی ماندن در اتحادیه اروپا و همینطور شهاب مساوات از حزب کارگر و طرفدار خروج از این اتحادیه اینجا در استودیو با ما هستند. آقای بقایی، سال اول رو از شما میپرسم. خیلی از طرفداران خروج گفتند که به این طرح رأی منفی میدند و خیلی از طرفداران ماندن هم همینطور. طرفداران ماندن از رأی منفی به این طرح چی به دست میارن؟ اونها فکر میکنن که شاید بشه یک مذاکرات بیشتری با اروپا انجام داد و طرح بهتری و قرارداد بهتری از داخل این بیرون بیاد. هیچ نشانه ای هست که اروپا دوباره این رو به مذاکره بگذاره؟ نه متاسفانه، تا اینجا که اروپا بسیار محکم ایستاده در مقابل این موضوع و این رو نبایستی فراموش کنیم که هر گونه امتیازی اتحادیه اروپا به انگلستان بده در این زمینه، در این
برهه از زمان به قول معروف میتونه بسیار خطرناک باشه برای بقیه اروپا، برای اینکه کشورهای دیگه اروپایی هم به قول معروف هوس خواهند کرد که خب ما هم یه امتحانی بکنیم ببینیم میتونیم بیایم از اروپا بیرون یا نه. ولی خب این گزینه هستش، به هر حال گزینه مذاکره کردن با اروپا در جای خودش هست. آقای مساوات، طرفداران خروج هم خیلی هاشون میگن که ما با این توافق همراه نیستیم. چرا؟ چی به دست میارن؟ 2 سال و 6 ماه و 22 روز پیش این کشور رأی خروجی خودش از اتحادیه اروپا داد و در این فاصله خانم می به نظر من هیچ تلاشی نکرده است که یک گزینه جذابی رو پیش بیاره. هیچ تلاشی نکرده؟ به نظر من هیچ تلاشی نکرده، واقعا منصفانه تلاش نکرده. ما 12 ماه پیش، کمتر از 12 ماه پیش، 10 ماه پیش آقای توسک همون راه حلی که همون قراردادی که اتحادیه اروپا با نروژ داره رو پیشنهاد دادن و خانم می این رو بدون هیچ فکری، بدون هیچ معاینه‌ای رد کردند. ادامه دادن توی همون راه، همون یه راه یگانه‌ای که در نظر داشتن و این قراردادی که الان پیش آوردن و دارن به مجلس پیشنهاد میکنن واقعا برای طرفین، هم طرفداران هم مخالفین ناسازگاره. اصلا این نمیتونه جذب کنه. جالب هست این که مخالفان خروج اتحادیه اروپا با موافقانشون الان در خیلی از موارد اگر نقطه اشتراکی دارن همین مخالفت با این توافقه. در هر صورت خانم می هم اشاره کرد اعتبار دموکراسی بریتانیا در محک امتحانه. چرا تا این حد موضوع در بریتانیا جنجالی شده؟ سالها بوده که بریتانیا در این بخش از کره زمین بدون اینکه عضو اتحادیه اروپا باشه آقای بقایی ادامه داده به زندگی خودش. خب دوران دیگری بوده. ما وقتی که صحبت داریم میکنیم از قرن 20 و اواسط قرن 20 بعد از جنگ جهانی دوم تا سال تقریبا 1974-75 که انگلستان و بریتانیا به طور درست و کامل وارد اروپا شد و اون اتحادیه اروپا یا اون بازار مشترک اروپا شد صحبت میکنیم، زمان تغییر کرده. الان ببینید این واقعا مانند یک ازدواجیه که 40 سال دووم آورده و حالا به طلاق داره کشیده میشه. این به این صورت بایستی بهش نگاه کرد. و خب بسیار مسائل پیچیده اینجا الان هستش که بایستی بتونن بهش رسیدگی بکنن. ولی به نظر من الان در حال حاضر گزینه بهتر از اون چه که الان خانم می گذاشته روی میز نمیتونه باشه. و حتی اگر امشب که خب به احتمال زیاد اونطوری که نشون داده میشه رأی مخالف خواهد گرفت، ولی بایستی با چه حد و نصابی خواهد گرفت. اگر مثلا کمتر از 100 نفر بهش رأی مخالف بدن برگ بهتری در دست داره خانم می، اگر تا 200 نفر رأی مخالف بهش بدن خب خیلی بسیار کارش خراب خواهد بود. آقای مساوات، این حرفایی که آقای بقایی زدن رو خانم می به زبانی دیگر گفتند، آلترناتیو چیه؟ فهرستی که اونها ارائه کردن یکی از یکی بدتر بود مگر اینکه این توافق رأی بیاره. البته همون جوری که قبلا خدمتتون گفتم ما 10 ماه پیش فرصت دیگری داشتیم. گذشته‌ها گذشته، این در آینده‌مونه. برای اینکه این مسلماً این گزینه رد هستش. امشب خانم می در مجلس رأی نخواهد آورد و بنابراین الزاماً باید برگرده و با اتحادیه اروپا مذاکرات را دوباره باز بکنه. در این هنگام به نظر من بهترین گزینه، گزینه‌ای که برای دو طرف این قضیه، هم اونهایی که مثل من طرفدار خروج هستم و مثل دوستمون اینجا طرفدار ماندگاری بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند، این هستش که ما توی بازار مشترک، توی اون گمرک مشترک میتونیم باقی بمونیم مثل کشور نروژ. این دو طرف قضیه رو میتونه حل بکنه و این پیشنهاد خود آقای توسک بوده و بنابراین اینو نمیتونه الان برای اینکه برای منافع خودش مناسب نیست پس بگیره. در اتحادیه اروپا مناسبات اینطوریه که با اجماع پیش میره، نمیشه یک نظر، دو نظر، سه نظر رو به دیگران برتری داد.
ولی چه تضمینی وجود داره که دوباره چنین گزینه‌ای مطرح بشه و تمام اتحادیه اروپا همون رو قبول بکنه؟ خیلی کار سختی بود. البته تک تک اعضای اتحادیه اروپا رو خانم می با خودش همراه بکنه. البته، ولی اون مقام و اون شخصیتی که ریاست جمهوری اتحادیه اروپا که الان به عهده آقای توسک بله رئیس اتحادیه اروپا هستن، اون ابهتش رو از دست میده اگر حرف آقای توسک وزنه ای نداشته باشه. آقای توسک این پیشنهاد رو منصفانه دادن. آیا دولت خانم می وقتی که فقط 3 روز مهلت داره، 3 روز میتونه به گزینه دیگه بپردازه؟ فرصت رو میگن خیلی از دست داده خانم می. الان به جایی رسیده که داره طرحی رو به مجلس میبره که همه میدونن این طرح شکست میخوره. یک مقداری در آمار و ارقام و اعداد اختلاف نظر هست و بالاخره انتظارها فرق میکنه. چرا باید چنین باشه؟ خب ببینید، این مذاکرات بسیار پیچیده و مشکل بود. کسی منکر این نمیشه که شاید بهتر از اینها میتونستن این مذاکرات رو انجام بدن و من با آقای مساوات موافقم که این گزینه نروژ، مانند نروژ، این رو همیشه اتفاقا وقتی که اصلا قبل از رفراندوم صحبت این موضوع بود همه روی این تکیه میکردن که مثل نروژ، مثل سوئیس، این کشورهایی که در اون در حقیقت اتحادیه اروپا نیستن ولی از تمام امکانات اتحادیه اروپا کم و بیش استفاده میبرن، اونطور شکلی بایستی داده بشه. ولی خب به قول معروف یعنی میفرمایید که خروج باید یه خروج ظاهری باشه به خاطر اینکه مردم در رفراندوم بهش رأی دادن؟ بله، ولی بایستی به هر حال اون چه که مردم خواستشون بوده رو در این حال برآورده کنن. ولی به چه قیمتی؟ بایستی دید به چه قیمتی این تمام خواهد شد. آیا به قیمت سرنگونی اقتصاد انگلیس خواهد بود؟ اختشاش کلی در گمرک انگلستان، در مرزهاشون، در بسیاری خب این مواردی قیمت رو هم که بهش فکر کردید که مردم فکر کنند سرشون کلاه گذاشته شده به خروجی رای دادن که در حقیقت خروج نیست؟ خب این دیگه متاسفانه از چیزهایی هستش که در دموکراسی بایستی به قول معروف این چیزها رو هم در این حال قبول کرد. ولی این رو فراموش نکنیم که ما اگر همه گزینه ها اینجا در انگلستان، تمام این 5 تا گزینه ای که در جلوی خانم می خواهد بود بعد از اون 3 روز به اون طرف برن و باز هم به بن‌بست بخورن، خوشبختانه ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که پادشاهی مشروطه و پارلمانی هست و میتونه ملکه انگلستان در دقیقه آخر به قول معروف دقیقه 90 این کار رو انجام بده که کسی رو معین بکنه که ریاست دولت رو به عهده بگیره تا انتخاباتشون رو. یعنی ببینید این به قول معروف چک اند بالانسز، این به چیزهایی رو که میتونن در داخل قانون انگلیسی نظام کنترل تعادل بسیار خوبی دارن که کشورهای دیگه الان ندارن. درست آقای مساوات، بحث در بریتانیا بحث مهمیه، در اتحادیه اروپا بحث مهمیه، ولی چرا اینطور هست که در جهان با این دقت دارن بهش نگاه میکنن؟ حتی کسانی که در جغرافیای خارج از اتحادیه اروپا هستند هم حس میکنن که به نوعی به اونها مرتبطه. این تعادل اقتصادی، تعادل سیاسی، تعادل فرهنگی دنیا رو تکون خواهد داد. بریتانیا کشور پیش پا افتاده ای نیست، کشور مطرحی هستش هنوز. درسته که از نظر جمعیت کشور اونقدر بزرگی نیست، متوسطی هستش، ولی خب بریتانیا باز پنجمین بزرگترین اقتصاد جهان هستش. اون ریشه های فرهنگی که داره عمیق‌تر از اینی که فقط دیدگاهش اروپایی باشه و بنابراین این تصمیم تعیین کننده ای برای دیگران هم هست. بسیار خب، اجازه بدید که از آقای بقایی نو بپرسم. فرض کنیم که اتحادیه اروپا و بریتانیا کارشون به جایی میرسه که در نهایت عملی میشه، چه تأثیر جهانی ممکنه داشته باشه که مثلا برای کشورهای مثل ایران و افغانستان و خاورمیانه اهمیت داره؟ ببینید خب انگلستان وقتی که بتونه خودش با بقیه جهان تجارتش رو تنظیم بکنه، کار بکنه، از این قالب اونچه که الان در اروپا هستش بیرون خواهد اومد. البته این میگم باز به راحتی نخواهد بود. کانادا 10 سال طول کشید تا تونست با اتحادیه اروپا قراردادهای درست تجارتی ببنده. میدونید اینطور نیستش که ظرف بگیم 1 ماه و 2 ماه و 1 سال میتونه قراردادهای خیلی خوب و کاملا مدون و درست بین انگلستان و کشورهای دیگه بسته بشه. ولی
همینطور که آقای مصابات هم گفتن انگلستان به خاطر جایگاهی که در دنیا داره، البته متاسفانه بعد از این برکسیت که حالا عملی بشه یا نشه، اون رتبه اقتصادی انگلستان از مرحله دهم هم شاید پایین تر باشه. آقای مصابات خیلی کوتاه در چند جمله چقدر احتمال سقوط دولت مطرحه؟ خیلی کم. متشکرم از نامدار بقایی، از حزب محافظه‌کار، از طرفداران باقی ماندن در اتحادیه اروپا و همینطور شهاب مصافات از حزب کارگر و طرفدار خروج از این اتحادیه. اینجا در استودیو بحث‌ها در پارلمان بریتانیا همچنان ادامه داره. تصاویر زنده رو می‌بینید. نخست وزیر این کشور در حال صحبت کردن هست. به محض اینکه رأی‌گیری شروع بشه و یا به نتیجه برسه و خبر تازه بیاد، حتماً ما اون رو با شما در میون خواهیم گذاشت. فعلاً جان برکو رئیس مجلس رو می‌بینید که از حزب کارگر هست، ولی خب کار بسیار سختی رو امشب پیش رو داره به خاطر اینکه اداره و کنترل این مجلس و این بحث‌های جنجالی کار آسونی نیست. در ادامه برنامه سعی می‌کنیم که اگر خبر تازه‌ای شد باز هم برگردیم به این موضوع. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته به پیشنهاد دونالد ترامپ برای ایجاد یک منطقه امن در امتداد مرز سوریه و ترکیه پاسخ مثبت داده. ترکیه این منطقه امن را که بیش از 30 کیلومتر طول دارد در منطقه تحت کنترل نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا ایجاد می‌کند. آقای اردوغان گفته توییت رئیس جمهوری آمریکا که تهدید کرده اگر ترکیه به نیروهای کرد حمله کند اقتصاد این کشور را ویران می‌کند، او را ناراحت کرده. آلمان یک دو تابعیتی آلمانی افغانستانی را به ضمن جاسوسی برای ایران بازداشت کرده. دادستانی فدرال آلمان نام این فرد را عبدالحمید اعلام کرده و گفته که این فرد به عنوان مترجم و مشاور فرهنگی در ارتش آلمان خدمت می‌کرده. سایت اشپگل آلمان گزارش کرده که فرد مظنون سال‌ها جاسوسی می‌کرده و به اطلاعات حساس و طبقه بندی شده از جمله اسناد مربوط به مأموریت نظامی آلمان در افغانستان دسترسی داشته. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری صدا و سیما گفته ایران می تواند ظرف 3 تا 4 روز غنی‌سازی 20% را آغاز کند. آقای صالحی گفته ایران ذخیره اورانیوم غنی شده به اندازه کافی دارد و نیازی به غنی‌سازی ندارد. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از ساخت 2 نیروگاه جدید هسته‌ای خبر داده که به گفته او برقراری رابطه علمی با اروپا پس از برجام باعث پیشرفت در ساختشان شده. دادستان تهران گفته 3 نفر از متهمان پرونده گرانی کاغذ از ایران فرار کردند. عباس جعفری دولت آبادی درباره پرونده معروف به سلطان کاغذ گفته که در ارتباط با این پرونده 14 نفر بازداشت شدند. آقای جعفری دولت آبادی گفته متهمان 2 بخش هستند. یکی از آنهایی که به جای واردات کاغذ ارز دولتی را در بازار آزاد می‌فروختند و دیگری کسانی هستند که کاغذ را با ارز دولتی وارد می‌کردند و اون رو به قیمت آزاد می‌فروختند. آقای جعفری دولت آبادی گفته که متهمان 50 میلیون دلار ارز دریافت کرده بودند. ماهواره پرتاب شده توسط ایران به دلیل اشکال در مراحل پرتاب در مدار زمین قرار نگرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفت این ماهواره که امروز صبح پرتاب شد با طی 2 مرحله موفق در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در مدار قرار نگرفت. پیشتر آمریکا پرتاب موشک‌های ماهواره‌بر از سوی ایران را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانسته بود. ژیار گل گزارش می‌دهد. بامداد امروز لحظه پرتاب موشک ماهواره‌ای سیمرغ در استان سمنان پیام سربلندی خودباوری برای ایران پیشرفتی بزرگ و افتخاری ملی، اما آمریکا اون را ناقض تعهدات ایران و نقض قطعنامه شورای امنیت می‌داند. بر روی بال‌های پرتوان موشک ماهواره بر سیمرغ به دلیل نقض مراحل پرتاب نتوانست در مدار زمین قرار گیرد. امروز محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتی ایران در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران مراحلی از پرتاب موشک ماهواره بر را موفقیت‌آمیز خواند. بر 2 فاز اول خودش رو با موفقیت طی کرد، ماهواره رو تونست در مدار قرار بده، اما خب متاسفانه در لحظه قرار گرفتن ماهواره در مدار و جدا شدن ماهواره از ماهواره بر در ارتفاع 500 کیلومتری
سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره بر به سرعت لازم نرسیده بود. متاسفانه در فاز آخر ماهواره موفق در مدار قرار نگرفت. عجب. دانشگاه امیرکبیر حدود 10 سال پیش ساخت ماهواره پیام را شروع کرد. حسن روحانی 2 سال پیش در روز فناوری فضایی از این ماهواره رونمایی کرد. جمهوری اسلامی ایران بررسی پوشش گیاهی، بهبود امکانات نظارت بر گرد و غبار، آتش سوزی اراضی کشاورزی و عکس برداری از زمین را از جمله اهداف پرتاب ماهواره عنوان کرده. اما امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم معارفه رئیس جدید ستاد ارتش این کشور در تل‌آویو گفت: ایران دروغ میگوید. هدف از پرتاب ماهواره آزمایش موشک بالستیک بود. ادعای قرار دادن ماهواره در مدار زمین بخش ظاهری و ساده لوحانه این اقدام ایران بوده، بلکه هدف واقعی تهران بهبود توان شلیک موشک بین قاره است. ماه پیش وزیر خارجه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل در مورد پرتاب موشک‌های بالستیک و فضایی به تهران هشدار داد و آن را مغایر قطعنامه‌های شورای امنیت دانست. سرعت تولید و آزمایش فعالیت‌های موشکی ایران بعد از توافقنامه برجام کند نشده. برعکس، آزمایش‌های موشکی ایران بیشتر شده. ایران امروز دارای بزرگترین موشک‌های بالستیک در خاورمیانه است. ماهواره پیام با وجود موفقیت در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی میگویند این موشک‌های هواپیما برای ایران قادر به حمل کلاهایی که هسته‌ای هستند و این نقض تعهدات ایران است. علی‌رغم هشدارهای آمریکا، وزیر ارتباطات و فناوری ایران گفته در آینده نزدیک ماهواره دیگر به نام دوستی به مدار زمین پرتاب خواهد شد. دوستان پرتوان ما در مجموعه دفاعی کشور تمام تلاششون رو کردن. بله. بسیار اخبار مربوط به فعال شدن ارسال ماهواره در مدار رو شنیدید، دیدید، این منحصر به ما نیست. 30مین سالگرد پیروزی 10 سال پیش در 30مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران توانست ماهواره مخابراتی را در مدار زمین قرار دهد. ژیارگل، BBC. مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن با ماست. آقای فیتزپاتریک، این که ایران تونسته 2 مرحله از 3 مرحله را با موفقیت انجام بده از لحاظ توان دفاعی چقدر براش مهمه؟ فکر نمی کنم خیلی مهم باشه به لحاظ دفاعی. این در واقع ماهواره پرتاب کن ها اونقدر خوب طراحی نشدن که بتونن سلاح‌های هسته‌ای رو در واقع حمل بکنن. بنابراین بحث اینا فقط برای کارهای فضایی هستن. خیلی خوبه که ایران تونسته به اون دست پیدا بکنه، ولی فکر می‌کنم خیلی راجع بهش بیشتر از آنچه که هست پرداخته میشه. پس شما فکر میکنید که نگرانی آقای نتانیاهو بی اساسه؟ فکر میکنم نگرانی های آقای نتانیاهو کلن بی اساسه، به خصوص به اون بخش تکنولوژی که برای به فضا فرستادن این ماهواره‌ها استفاده کرد مشترک هست با اون چه که در زمینه در واقع موشک میتونه استفاده بشه، ولی آقای نتانیاهو باید در مورد در واقع سیستم‌های کوتاه برد که میتونن به اسرائیل حمله بکنن و میتونن در واقع موشک‌های هسته‌ای هم بکنن، باید نگران اونا باشه. این که آقای نتانیاهو میگه هدف ایران از پروژه‌های ماهواره‌ای آزمایش مرحله نخست موشک بین قاره‌ایه چقدر به نظر شما قابل اتکاه؟ آیا این هم به نظر شما اصولاً اساسی نداره؟ این یک چیزیه که خیلی وقته که راجبش صحبت میشه، ولی در واقع بزرگ نمایی شده. مثلا اون چیزی که کره شمالی به ما نشون میده یه مثال خیلی خوب است. برای سالها دولت آمریکا در مورد مسئله موشکی کره شمالی بحث میکرد، فکر میکردن که این در واقع موشک‌های در واقع میتونست موشک‌های دوربرد باشه، ولی در نهایت وقتی اونها موشک‌های ICBM رو شروع کردن و فرستادن اون سیستم متفاوتی بود. بعدا متوجه شدن که کاملا اشتباه میکردن.
ایران میگه که برای پرتاب ماهواره نیازی به مجوز هیچ کشوری نداره. آمریکا معتقده که پرتاب این ماهواره نقض قطعنامه‌های سازمان ملل. به نظر شما کدام یک از این دو طرف درست میگن؟ شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواست که در واقع فعالیت‌های موشکیش رو که شامل تکنولوژی که برای سلاحایی که میتونست حمله کلاهکسته‌ای بکنه متوقف کنه. من فکر نمی‌کنم این موشک‌ها بتونن حمله بکنن کلاهکسته‌ای، ولی همون تکنولوژی هستن تقریبا. به نوعی ناقض اون قطعنامه سازمان ملل نیست، ولی به نوعی میتونه خلاف روح اون باشه. متشکر از شما مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک. بحث ماهیگیری کشتی‌های چینی در آب‌های ایران از مدت‌ها پیش مطرحه. اکران فیلمی مستند درباره همین موضوع باعث شده بار دیگر توجه‌ها به کشتی‌های چینی جلب شود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. جلوی خونه من داره جاری می‌کنه. تور من بدبخت و سیاد و پاره پاره می‌کنه. من چیکار کنم؟ اکران این فیلم دریابست در جشنواره فیلم عمار، جشنواره‌ای که مورد تایید رهبر ایران است، موجب شده نام ماهیگیرهای چینی بار دیگر سر زبان‌ها بیفتد. ماهیگیرهایی که بر روی کشتی‌های ایرانی ساخت چین کار می‌کنند و کف دریای عمان و خلیج فارس را می‌روبند. فریدون همتی استاندار هرمزگان میگوید این کشتی ها مجازند در عمق 200 متری دریا و فاصله 10 مایلی از ساحل ماهیگیری کنند. من اهل اندونزیم و تو این کشتی چینی 2 سال کار میکنم. این اومدن با شرکت بنادر کشتیرانی ما یا با شیلات ما یا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در شهریور 97 در برنامه حالا خورشید توضیح داد که ایران کشتی‌هایش را به چینی‌ها اجاره داده. اجاره میدن یا شرکت‌های ایرانیان از کارگزار چینی استفاده می‌کنند. انواع روش‌ها. اینو من به شما بی ربط گلایه بکنم، اگه اجاره است که اصلا من الان چیز شدم، یعنی معذب شدم، من دریا رو اجاره بدم؟ نه. دریا رو اجاره نمیدن، اجازه سید میدن بهش. اقدامی که نگرانی زیادی در میان صیادان ایرانی ایجاد کرده. چون این کشتی های چینی میان اینجا سید میکنن، سید اینجا به صفر رسیده. از لحاظ ماهی هم بگیری، بازارچه یه دونه ماهی هم نداره. مشتری میاد از اینجا میره بیرون، ماهی نیستش. اجاره دادن کشتی ها به ماهیگیران چینی اعتراض برخی نمایندگان مجلس را هم در پی داشته است. کشتی هایی که خارجی هن اومدن، بلعخص کشتی های چینی. خب اومدن کشتی چینی، طرف اومده 3 ساله مثلا به بعضی از این افراد که افراد هم خواستن، یعنی افراد نور چشمی خواستن، اومدن به اونها اجاره دادن و بعدم اجاره 3 سال خودشون رو گرفتن و رفتن، یعنی سودشون اونا بردن. ماهیگیران چینی به روش ترال یا صید عمیق این ماهی ها را صید می کنند. ترال روشی است که در آن تور ماهیگیری بزرگی به شکل قیف به دنبال کشتی در دریا کشیده می شود و معمولاً یک ساختمان 3 طبقه در آنجا می شود. حتی یک زمین فوتبال هم در تور ترال یا ماهیگیری عمیق به آسانی جا می گیرد. ماهیگیران چینی بیشتر به دنبال این ماهی فانوس ماهی هستند. خلیج فارس، خیر و برکت. جدا از اینکه ماهیگیری به روش ترال معیشت صیادان سنتی را به خطر می‌اندازد، کارشناسان محیط زیست می‌گویند در این روش گرچه ماهی‌های بیشتری صید می‌شود، اما همه آبزیان و جانداران زیر دریا را از بین می‌برد و محیط زیست را نابود می‌کند. فرین عاصمی، BBC. همکارم نیکی محجوب اینجاست. نیکی، خیلی در این باره گفته میشد، مدتی فروکش کرده بود، الان این فیلم به بحث ها دوباره دامن زده. دقیقاً. ببین، به گفته شیلات ایران، نروژی ها حدود 30 سال پیش یه تحقیقی انجام دادن و متوجه شدن که توی دریای عمان فانوس دریایی وجود داره. توی دهه 70 سازمان خاربار جهانی با در از علوم تحقیقات شیلات ایران یه تحقیق دیگه انجام داد. اونجا اعلام شد که سالانه تا 300 هزار تن میشه از این فانوس دریایی ها در فانوس ماهی ببخشید، از این فانوس ماهی ها در دریای عمان برداشت بشه. از سال 87 بود که شروع کردن یه سری مجوزهایی رو دادن و سال 90 این مجوزها به شکل جدید ارائه میشد.
حالا این روند ادامه داشت تا اینکه اومدن یه سری شرکت ایرانی به گفته شیلات. کاری که کرد اومد یا یه سری شناور رو اجاره کرد یا یه سری شناور خارجی رو خرید. حالا تو این خرید سفارت ایران تاییدیه میگرفت که تمام مدارک اون شناورها که مال کشورهای مختلف بوده باطل میشه، زیر مجموعه ایران میشه و با پرچم ایران میره در دریاهای حالا ساحلی یا دریای در آبهای سرزمینی ایران میتونن این شناورها حضور داشته باشن، ولی بر اساس مجوزهایی که ارائه میشه. شیلا تاکید داره از 2200 نفری که روی این شناورها دارن کار میکنن فقط 300 نفرشون خارجیان. اما خب این حرفی که شیلات میزنه، صیادان، مقامات مختلف نظر دیگه ای دارن. بله، گفته میشد که این موضوع در رسانه‌ها درست منعکس نشده. چینی ها مثلا در عمقی دارن ماهیگیری میکنن که صیادان ایرانی نمیتونن اونجا برند. چقدر بعد این مدت ابعاد ماجرا روشن تر شده؟ شهریور ماه بود که شرکت شیلات و سازمان بنادر گفتن در اصل میرن تحقیق و بررسی میکنن که بیان گزارش بهتری در این مورد ارائه بدن. تا الان اون گزارش ارائه نشده که ببینیم نتیجهش چی بوده. اما چیزی که هست اینه که شیلات میگه این مجوزی که گفته میشه رو شیلات نداده. شیلات مجوز رو به شرکت‌های ایرانی داده. شرکت‌های ایرانی هستن که دارن این صیادی رو انجام میدن. صیادا میگن این همچین چیزی امکان نداره اتفاق بیفته، چون شیلاته که مجوز میده و به خود صیادای ایرانی که الان در اصل بومی هستن شیلات به سختی مجوز میده. برای هر شناور در ماه بر اساس اونچه که صیادا میگن دو بار اجازه داده میشه که بتونن برن و صید انجام بدن، ولی گفته میشه برای این کشتی هایی که به گفته صیادا چینی هستن این امکان بیشتر فراهمه. ضمن اینکه گفته میشه فقط اینها نمیرن در عمق 200 متری و در فاصله 12 مایلی، بلکه داخل میشن، میان و ماهی های مختلفی رو شکار میکنن. و نکته ای که از اینه که این ماهی ها که صید میشن یه تعداد زیادشون فقط اون نوع خاصی که مجوز دارن نیستن و از انواع ماهی ها هستن، مرجان دریایی که حتی اکوسیستم منطقه رو هم تحت تاثیر قرار داده و گفته میشه 50 سال زمان لازم هستش که بشه این خسارتی که داره زده میشه رو جبران کرد. بالاخره قرارداد اینجا هست، آیا این موضوع مقطعیه؟ بالاخره ممکنه که بعدا نباشه یا اینکه ممکنه ادامه پیدا کنه؟ این گزارش ها که منتشر شده نشون میده این قراردادهای جدید از سال 94 داده شده. گفته میشه قراردادهای بلند مدت هست، اما شیلات هیچ وقت نگفته که این بلند مدت برای چه محدودیت زمانیه، 5 سال، 10 سال یا بیشتره. فقط همش تاکید میشه این قراردادها بلند مدت هستش و اینها در عمان حاضرن، در حالی که بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده و تصاویری هم که در خبرگزاری اومده نشون میده در بندرعباس بعضی از این کشتی ها حضور دارن و این نگرانی رو برای صیادها ایجاد کردن که شرایط اونها چی میشه. صیادها میگن یه زمانی وقتی در طول شب میرفتن برای صیادی صدای بازی ماهی ها رو میشنیدن، الان هیچ صدایی شنیده نمیشه. صیادها میگن درآمدشون به ماهی 400 هزار تومان تقلیل پیدا کرده، توانایی خرید مایحتاج اولیه‌شون رو ندارن و معتقدن اداره شیلات و سازمان بنادر کشتیرانی باید هر چه سریعتر به این وضعیت رسیدگی بکنه. ممنونم از نیکی محجوب. BBC فارسی برای 40مین سالگرد انقلاب سال 57 برنامه‌های ویژه‌ای رو تدارک دیده که در روزهای منتهی به سالگرد پیروزی این انقلاب پخش خواهد شد. اما در آستانه 40مین سال انقلاب 57 امروز و فردا نگاهی می‌کنیم به مطبوعات ایران در آن روزها. در اولین بخش از این پوشش ویژه مطبوعات روزهای قبل از خروج شاه از ایران را ورق می‌زنیم و انعکاس وقایع را در روزنامه‌ها بررسی می‌کنیم. دورانی که دولت سعی کرده بود با دادن آزادی بیشتر به مطبوعات از گسترش اعتراضات بکاهد. یعنی تحریم بله، تحریم از طرف نفلشاتو، یعنی از طرف خمینی. ولی باز یه مقاومتی شد، دکتر بهشتی مثل همیشه راه حل پیدا کرد و گفت من تلفن میکنم سر هر ساعتی به نفلشاتو خبرها رو میدم و بعد ساعت بعد دستور میگیرم. من تقاضا خواهم کرد که ایشون اجازه بدن حالا که شما اینقدر شور دارید و خودم هم توضیح خواهم داد که لازم روزنامه الان باشه. این گفتگو رفت و کار خودشو کرد و فردا پیامی از طرف ایشون منتشر شد که روزنامه آیندگان هم نوشته آیت الله عظما خمینی از مطبوعات تقدیر کرد. بله، تو سطر اولش از این اعتصاب نه از خود مطبوعات تقدیر شده بود و بعدم با لحن خیلی سردی گفته شده بود که خیلی خب حالا ضرورت برین منتشر بشین.
البته خوب همینجا بگم که یک دو روز بعد از اینکه اینطوری شد، یعنی روزنامه ها غیر از یه استثنایی منتشر شدن با اجازه و با پیام آیت الله خمینی و کمرنگ شد اینکه بختیار اومدنش باعث این کار شده، دکتر بختیار به مدیر یکی از روزنامه ها گفته بود که خودتون کردید، من خواستم بدون آقا بالا سر باشید ولی به سرعت ساختید بالا سر خودتون گذاشتید. نکته دیگه هم اینه که داریم میبینیم که کم کم روزنامه ها دارن از رفتن شاه یه جوری خبر میدن که شاه برای استراحت قراره که از کشور خارج بشه. این موضوعی بودش که در شبکه های خارجی مطرح میشد و چرا؟ به خاطر اینکه از پیش هم دولت صدیقی قرار بود دکتر صدیقی دولت تشکیل بده و مطرح شده بود که دکتر صدیقی شرط گذاشته که شاه بماند، ولی دکتر بختیار از اولی که اومد گفت ایشون میرند و نخواهند بود. بنابراین حالا یه فصل تازه ای از مطبوعات شروع شد و به نظرم روز بسیار مهمی بود و برای چند روز بعد تا روزی که شاه از کشور خارج شد صحنه در اختیار روزنامه ها قرار گرفت. خب ما حالا فردا برمیگردیم و رفتن شاه رو کامل و مفصل بررسی می‌کنیم. ممنون آقای بهنود، مرسی. همونطور که مریم افشنگ هم گفت در ادامه بررسی مطبوعات روزهای انقلاب، فردا انعکاس وقایع روز خروج شاه از ایران رو بررسی میکنیم. برمیگردیم به خبری که برنامه رو با اون شروع کردیم، تصاویر زنده داریم از مجلس عوام بریتانیا، بحث ها و جدل ها بر سر لایحه توافق خروج از اتحادیه اروپا ادامه داشته. لحظاتی پیش رأی‌گیری بر روی یکی از متمم ها انجام شد، بعد قراره که بر روی خود طرح اصلی هم رأی‌گیری انجام بشه. من همینجا از فرصت استفاده بکنم و یک تصحیح بکنم. جان برکو رئیس مجلس رو گفتم از حزب کارگر، ایشون از سیاستمداران حزب محافظه‌کار هست که اتفاقا در زمان حکومت حزب کارگر تونست به ریاست مجلس برسه، قبل از اون مایکل مارتین بود، مایکل جان مارتین، او از حزب کارگر بود که بر سر رسوایی هزینه و فساد مالی نمایندگان پارلمان مجبور شد که از مقام خودش کنارگیری بکنه و جان برکاو از حزب محافظه کار ریاست مجلس رو بر عهده گرفت. تصاویری که میبینید لحظاتی قبل از این است که رأی‌گیری نهایی انجام بشه و نتیجه هم روشن بشه. سعی میکنیم که با بهرنگ تاجدین همکارم در مقابل کاخ وستمینستر صحبت بکنیم و در ادامه برنامه به او برگردیم. فردا در استادیوم آل مکتوم شهر دبی، ایران و عراق برای اول شدن در گروه دی جام ملت‌های آسیای 2019 با هم روبرو میشن. دو تیم در سالهای اخیر بارها با هم بازی کردند. از جمله 4 سال پیش که عراق در ضربات پنالتی ایران رو حذف کرد. گزارش پوریا جعفری رو می‌بینید. کامبرا، 3 بهمن 1393، ایران و عراق، مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا در استرالیا. Never played 2 games, the same 2 games. You never play the same competition 2 times. You never make the one single. هیچ دو مسابقه ای مثل هم نیستن. تورنمنت ها تکرار نمیشن. حتی یک جلسه ساده تمرین رو نمیشه تکرار کرد. برای همین فردا یک شروع تازه است. یک داستان جدید، یک بازی جدید. بازیکنان و مربیان و داور باید آماده باشن تا یک داستان جدید رو خلق کنند که برای همیشه در تاریخ خواهد موند. Another script in the game. And this is what remains for the history and forever what we're going to do tomorrow. من فکر می‌کنم چیزی که یاد گرفتم این چند سال تو فوتبال به خصوص از آقای کیروش که وقتی که هر آدم یه چیز مهم، یه چیز ارزشمند رو تو دستش داره و مال خودشه، هیچ وقت نمیذاره به راحتی از دستش بره و ازش بگیرن. و من فکر می‌کنم که این اتفاقی بود که برای ما توی دور قبل افتاد و خب فکر میکنم دیگه همین جزئیات کوچیکی که بعضی وقتا هیچ وقت بهش فکر نمی‌کنی ولی میتونه که فاصله بین برد تا و باخته
و این اتفاق برای ما افتاد و ما به این جزئیات خیلی بیشتر توجه میکنیم تو اینجا و مطمئنم که دیگه اون اتفاق برای ما نمیفته. 4 سال گذشته، هم ایران عوض شده و هم عراق. سرچکو کاتانچ مربی اهل اسلوونی با کارنامه قابل توجه در فوتبال بین المللی 4 ماه است که هدایت عراق را به عهده گرفته. From my side and from the team it will be no calculation regarding second round. من و تیمم اصلا حساب کتاب نمی کنیم که قراره تو دور حذفی با کی بازی کنیم. برای من این مهمه که خوب بازی کنیم. بعدش با کی روبرو میشیم، تیم بالاتر یا پایینتر اهمیتی نداره. حالا این حریف عربستان باشه یا لبنان. راستش رو بخواین اصلا برام مهم نیست که بعداً با کی بازی می‌کنیم. Or 6 days or we play Saudi or I don't care. با صعود 2 تیم از گروه آرامش در تمریناتشون برقرار شده. ولی ایرانی‌ها که سخت به دنبال شکستن طلسم قهرمانی هستند، دوست دارن مقتدرانه وارد مرحله حذفی شوند. پوریا جعفری، BBC دبی. برمیگردیم به صحن مجلس عوام بریتانیا و همینطور به مقابل کاخ وستمینستر، جایی که همکارم بهرنگ تاجدین از اونجا با ماست. بهرنگ، تازه چه خبر؟ یکی از متمم‌ها به رأی گذاشته شده و نتیجه‌اش هم معلوم شده. دقیقاً جمال، 4 تا اصلاحیه برای این رأی پیشنهادی دولت بود که 3 تا اصلاحیه رو پس گرفتن. یه دونه رو حزب کارگر پس گرفت، یه دونه رو حزب ملی اسکاتلند پس گرفت و یه دونه رو یکی از نماینده های دونپایه حزب محافظه‌کار، و فقط یک اصلاحیه مونده بود که اون هم به رأی گذاشته شد و فقط 24 رأی موافق گرفت در برابر 600 رأی مخالف. حدود 1/4 دیگه نتیجه رأی‌گیری نهایی معلوم میشه که کسانی که با BBC فارسی هستن میتونن احتمالاً در بخش خبری آخر ما ساعت 11:30 شب به وقت تهران، 12:30 شب به وقت کابل، 30 دقیقه بامداد در کابل نتیجه اون رأی‌گیری رو بفهمن. همه شواهد حاکی از اینه که توافق شکست میخوره. سوال اینه که با چه اختلافی. متشکرم از همکارم بهرنگ تاجدین. به محض اینکه نتیجه این رأی‌گیری روشن شد حتما به این خبر برمیگردیم. باز هم میبینید تصاویر زنده رو از صحن و جان برکل از حزب محافظه‌کار رو میبینید، رئیس مجلس که این جلسه رو اداره میکنه. نماینده ها البته بیرون رفتن برای حاضر شدن در تالار رأی‌گیری. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه. شب